با سلام، من کیانوش توکلی هستم. امشب دو مهمان گرامی داریم، آقای مراد خورشیدی ساکن استکهلم سوئد و کاوه آهنگری ساکن بلژیک، البته نمیدونم کدوم شهر. خوش اومدین دوستان به برنامه ما. مرسی، خیلی ممنون. من سلام میکنم خدمت شما و کاوه دوست عزیزمون و سایر بینندگان مطمئن. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب توکلی و جناب خورشیدی و همه عزیزانی که این برنامه رو الان میبینن یا در آینده خواهند دید. بله، دیگه با مقدمه کوتاهی شروع شد. موضوع هم مشخص هست، در مورد فراخوان 10 حزب و سازمان سیاسی که اخیراً منتشر شد تحت عنوان فراخوان به همکاری مشترک. این بیانیه یا فراخوان یا هرچی نام بگذاریم تا کنون مورد نقد و بررسی برخی از فعالان سیاسی یا تحلیلگران سیاسی شده. من فکر میکنم مراد خورشیدی در این زمینه یک تحلیل دقیق تری انجام داده، با توجه به اینکه من نقدهای دیگر هم دیدم، نقد ایشون رو هم دیدم. خب کاوه هم در واقع مدافع این فراخوان هست. ابتدا من از آقای مراد خورشیدی میخوام که یه مقدمه در نقد این فراخوان بده و متقابلا هم کاوه هم همین کارو بکنه در دفاع از اون. بفرمایید. خیلی ممنون. فراخوان به هر وقت که چند حزب و جریان وقتی دور هم جمع میشن و به نتایجی میرسن که بتونن روی کاغذ بیارن و به دنبال اون فعالیت بکنن، همیشه خوبه. ولی اون چه که در این فراخوان دیده میشه، صرف نظر از بیشتر بندهاش، در 14 بند و 2 بند دیگه در مقدمه، یا 3 بند دیگه در مقدمه اومده که مورد تایید من میتونه باشه، یعنی کاملا میپسندم و در حقیقت مسائلی هستن که در بیانیه‌های اکثر سازمان‌ها یا جریاناتی که به وجود میان اصولا اینا پذیرفته شده هستش. مسائل نظیر برابر حقوقی زن و مرد و غیره. ولی این بیانیه اومده، اولین چیزی که اینجا مطرح کرده این که خواستار به اصطلاح همکاری و با سازمان ها و جریانات جمهوری خواهی دموکرات که خود را با این تفاهم نامه همسو می دانند شده. اون وقت باید ببینید این تفاهم نامه چه چیزایی داره و چقدر میشه با اون همسو بود. گفتم صرف نظر بسیاری از اون بندها که مشترک هستش بین همه روها، نکاتی هستش که به نظر من قابل مکس است. از جمله در بند الف اومده انحلال همه نهادهای قضایی، قانونگذاری و اجرایی سرکوبگر، اما سیاسی، نظامی و امنیتی و غیره، یعنی پس از جمهوری اسلامی، این همه باید منحل بشن. از نظر من این یه شرایط نظیر عراق است، در حقیقت یعنی نسخه عراق. حالا بعدا در این مورد صحبت می‌کنیم. خب و همین مقدمه کافیه. آقای کاوه آهنگری نوبت شماست، بفرمایید به عنوان مقدمه ای که حالا هر جور خودتون سلام میدونید شروع کنید. اگه میتونستم این اجازه رو داشتم دلیل به حساب، یعنی فقط اشاره به کشور عراق کردن یا وضعیت عراق کردن، آیا فقط تنها دلیلش عراقی زن نشدن جناب خورشیدی ایرانه یا نه دلیل دیگری پشت حساب دارن، استدلالی دارن؟ من استدلالشون رو بشنوم، چون فقط اسم عراق رو شنیدم، چیز دیگه ای نشنیدم. اگه شرح بدن منظورشون دقیق چیه از عراقی زن شدن ایران بعدشون میاد، وضعیت عراق رو بد میدونن، اصلا شباهتی بین ایران و عراق میبینن، اصلا وضعیت سیاسی و گروه های سیاسی ایران و عراق مثل همه، تاریخ ایران و عراق مثل همه و و غیره، زیاد برای من روشن نبود این موضوع. من بگم؟ بله بله توضیح بدین.
خدمت هر شود ما در جریان هستیم همه ایمون وقتی که آمریکا به عراق حمله کرد و صدام سرنگون شد تمامی نهادهای قضایی و سیاسی و نظامی و امنیتی عراق منحل شد بله. همه پاشیده شد به اون وقت وضعیت عراق به اونجای رسید که الان رسیده از نظر من این کار یعنی در حقیقت من خودم و حقیقتش اینه که قبل از اینکه آمریکا حمله بکنه اینجا تظاهرات شده بود در استکهلم خودم شرکت نکردم علیه حمله آمریکایی گفتم به هر حال در اونجا هر اتفاقی بیفته یه چیزی که هم به نفع ایران میشه رفتن صدام هم اینکه اونجا کردای ما و بقیه نیروهایی که اکثریت جامعه عراق هستن به هر حال به یه چیزی میرسن که قبلا نداشتن ولی وقتی که به اینجا رسیدن که تمام این نهادها منحل شدن هرج و مرج به وجود اومد و از اونجا به بعد حقیقتا من فکر کردم که این مدیریت بسیار غلطی شده این امر اگه در ایران اتفاق بیفته صرف از اینکه اساسا خب این به طور کلی نمیتونه چقدر مشکل خواهد کرد امر گذار به جمهور علی جمهوری اسلامی بر جمهوری اسلامی رو علاوه بر این اون هرج و مرجی که باید به وجود بیاد خواهد اومد هیچ و من قبلا صحبت جناب علی رو در رابطه با نقدی به سخنان رضا پهلوی در رابطه با میدان شنیده بودم در اینجا شما فرمودید که آقای رضا پهلوی شما نیایید قول بدید که ایران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی عراق نمیشه من به شما قول میدم که بدتر از عراق میشه و در اونجا اشاره کردید که اگر شما به دموکراسی توافقی که منظورتون قبول فدرالیسم از همین الان هستش اینجوری من فهمیدم قبول نکنی و ما گفتید دموکراسی اکثریت رو قبول نداری دموکراسی توافقی بود باشه نباشه شما قول میدن که عراق بدتر از ایران بدتر از عراق خواهد شد به این بار ما کردها از جانب همه کردها در اگر صحبت کردیم خط مقدم جبهه ما نه کوههای کردستان بلکه ما یاد گرفتیم بلکه قلب تهران خواهد شد من احساس کردم که شما چطور یعنی فکر کردم چطور ممکنه آدم یه چنین نتیجه بگیره که مثلا اگه عراق بعد از حکومت سرنگون جمهوری اینجوری میشه الان با اومدن این بند در این بیانیه یا در این فراخوان که هدف از بین بردن همه این جریانات نظامی سیاسی همه این تشکیلات هستش یعنی ایران یک پاشیده شده بدون چیز امنیتی اون وقت فقط تنها گروه هایی که مسلح هستن حرف اول رو خواهند زد خب ببینید من بذار یه مقدار ببخشید روشن‌تر بکنم برای حداقل شنونده ما زمان مقطع انقلاب 57 گروه های چپ که من خودم جزوشون بودیم انحلال ارتش انحلال ساواک انحلال تمام دستگاه های امنیتی رو میگفتیم در حالی که خمینی شعار میداد که گل به میذاشت روی به اصطلاح تفنگ سربازها و در واقع اونها انحلال رو رد میکردن صحبت الان اینه که آیا خلای قدرت که بشه یا فروپاشی کور که انجام بشه و تمام دستگاه های اطلاعاتی امنیتی نظامی از هم بپاشه چه چیزی میمونه این منظورشون هست من درست گفتم آقای خورشیدی من درست فهمیدم بله خواهش میکنم بفرمایید اولا استفاده از مثال یا نمونه در جای خود و شرایط خودش به نظر من منطقی تر به نظر میرسه اینی که من نگفتم ما کردها من گفتم من و هزاران نفر مثل من وگرنه من نماینده کردستان و کردها نیستم من یک عضوم یک شهروندم ولی میبینم میفهمم میدونم میخونم که هزاران نفر مثل من فکر میکنم من مثل اونا فکر میکنم یک مای اینجا وجود داره این یک دوم این که شرایط سیاسی ایران و عراق کاملا متفاوت از هم هستن شرایط اجتماعی شرایط تاریخی شرایط اپوزیسیون شرایط نیروهای به حساب سیاسی هم الان مستقر در جمهوری اسلامی و هم مخالف جمهوری اسلامی حتی فضای سیاسی منطقی و بین الملل نسبت به ایران امروز و عراق اون موقع یعنی عراق زمان صدام حسین کاملا فرق میکنه
به هیچ عنوان نمیشه که عراق رو یک نمونه مطلق قلمداد کرد بگیم خب حالا بله، حالا وضعیت عراق مثلا، البته این نظر شماست که برای وضعیت عراق بده. این یک موضوع. موضوع دوم این که من فکر میکنم خیلی از دوستان دیگر هم، بعضی از دوستان دیگر هم، تحلیلگران دیگر هم این نظر رو دارن، مثلا عراق به عنوان یک نمونه بد میارن. من عراق و منهای جمهوری اسلامی در عراق، جمهوری اسلامی در عراق رو خیلی بهتر از ایران میدونم. در عراق منهای جمهوری اسلامی آزادی وجود داره، در عراق منهای جمهوری اسلامی انتخابات آزاد وجود داره، حق و تشکل وجود داره، با جامعه جهانی رابطه بهتری داره، جامعه جهانی یک عطف و یک علاقه خیلی بهتری نسبت به عراق داره، از خیلی جهات از ایران بهتره. درسته جمهوری اسلامی عراق رو به یک نوع یا یک قسمت از عراق رو به جهنم تبدیل کرده، دخالت میکنه، جنگ افروزی میکنه، میلیشیا و گروه های تروریستی درست میکنه، اینش بده، این قسمتاش بده. کی درست کرده؟ جمهوری اسلامی درست کرده. پس عراق اساسا نمیتونه یک نمونه خوبی برای مستدلی برای این باشه که مثلا این قسمت از این فراخوان ده جریان رو باش رد بکنیم. من عراق و منهای جمهوری اسلامی خیلی بهتر از ایران امروز همراه با جمهوری اسلامی میدونم. از سوی دیگر احتمال این که جمهوری اسلامی دستاش ساقط بشه از طرف خود مردمان عراق، از طرف خود گروه ها و اپوزیسیون سیاسی و به هر حال جریانات سیاسی اونجا خیلی خیلی محتمل تره. من فکر میکنم اونجا جمهوری اسلامی خیلی زودتر میمیره تا حتی داخل ایران، با توجه به فشارهای بین‌المللی و این وضعیتی که الان براش پیش اومده. اما در جایی که من خطاب به آقای رضا پهلوی هم گفتم که ایران بدتر از عراق خواهد شد، دقیق این وضعیت اپوزیسیون و وضعیت افرادی مثل ایشون، وضعیت سازمانهایی هست و جریاناتی هست چه در داخل چه در خارج از کشور، نسبت به خود ایران و آینده ایران فکر میکنن، یعنی نوع نگاه و نوع تفکره سنترالیستی و مرکزگرایی یا ابهامگویی و کلیگویی نسبت به امروز و فردای ایران، ایرانی بدتر از عراق امروز حد براش تصور میکنم. چرا؟ حداقل در عراق چند تا نیروی مؤثر میدانی بودن، برنامه داشتن، خیلی زود هم روی یک سیستم فدرال به توافق رسیدن. حالا خیلی وقت هم در ایرانی ها به جلبت فارس ها، اونایی که فارس زبان یا فارسی گرا هستن، میشه یک غیر فارس، فارس هم باشه ولی فارسی گرا باشه، اصلا خودشون رو با این مردم مقایسه نمی کنن، خیلی با تکبر و غرور. ولی نه، ما دیدیم که مردمان عراق این ساختار سیاسی و سیستم سیاسیشون رو خیلی زود به حساب تصویب کردن، انتخابات کردن. اما اینی که الان بعضی وقتا دچار این گرفتاری ها میشه، همش سر زیر سر جمهوری اسلامی، سر مردم عراق که نیست، سر احزاب و سازمان هاش که نیست. شما عراق بدون جمهوری اسلامی رو یک لحظه تصور بفرمایید، بسیار وضع بهتری از ایران خواهد داشت، اصلا قابل مقایسه نیستن. به همین خاطر من فکر میکنم که عراق در این زمینه نمونه خوبی نیست. اما در مورد اینکه این انحلال این ارگان ها، خب طبیعی من جمهوری اسلامی رو در کلیتش قبول ندارم و این جمهوری اسلامی به عنوان یک موجودیت، یک سیستم، ارگان های سرکوب داره، ارگان های امنیتی، ارگان های قضاییش، ارگان های نظامیش بازو و ابزار سرکوب و خشونت در این جامعه هستند. اصلا جمهوری اسلامی از طریق اینا تا الان پایدار و به حساب ماندگار بوده، طبیعی اینا باید منحل بشن. این به این معنا نیز این کشور فردا نباید ارتش داشته باشه، این به این معنا نیز این کشور فردا نباید دستگاه قضایی داشته باشه. باید ارتش داشته باشه، باید دستگاه قضایی داشته باشه، باید وزارت خارجه داشته باشه و همه ارگان‌های لازم برای اداره این مملکت داشته باشه، ولی اونا دموکراتیک انتخاب بشن، ارگان‌هایی باشن در خدمت منافع این مردم، در خدمت منافع این کشور، در خدمت دوستی و صلح و آشتی در منطقه. ما یه سپاه پاسدارانی داریم که عامل اصلی جنگ به جهنم کردن خاورمیانه است، می‌خواد بمونه؟ نه. این به این معنا نیست که هر کسی که در سپاه عضو این شیطان شرارت، نه، خیلی از این افرادی هم که در سپاه هستن انسان‌های حقوق بگیری هستن، برای به حساب
امورات زندگی خود روزمره خودشون دارن حقوق میگیرن توی سپاه. اینا میتونن فردا در مثلا ارتش باشن، ولی سپاه طبعا نباید وجود داشته باشه. سازمان ها و ارگان های حاشیه‌ای و به حساب انواع سایه در سایه امنیتی طبعا نباید وجود داشته باشن. با کشورها نمونه من کجاست؟ نمونه من کشورهای دموکراتیکه، نمونه من دموکراسیه. در یک کشور دموکراتیک چه لزومی داره 20 تا گروه مافیایی و به حساب حاشیه‌ای و در سایه غیر از وزارت اطلاعات انواع گروه های سرکوب وجود داره، میلیشیا وجود داره در یک کشور دموکراتیک؟ چه نیازی به اینا هست؟ ما یه دونه ارتش خواهیم داشت، یه دونه پلیس هم خواهیم داشت که امورات داخلی رو اداره خواهد کرد. مثل تمام کشورهای دموکراتیک دنیا هم ارگان امنیتی لازم داریم، ولی ارگان امنیتی در جهت منافع این مردم باید کار بکنه، نه در جهت سرکوب این مردم. شما در نظر بگیرید برخلاف تمام کشورهای آزاد و دموکراتیک، همین کشور سوئد که شما زندگی میکنید، ارگان امنیتی این کشور در خدمت برقراری امنیت این مردم، ولی در ایران وزارت اطلاعاتش، سپاهش، بسیجش، سارولاش، جندولاش، نمیدونم انواع گروه ها و گروه های محفلی و قبیله، همه در جهت به حساب سرکوب این مردم. دستگاه قضایی این کشور اتفاقا عین دستگاه سرکوب مثلا قرون وسطایی شده. این چیه این محفل ها؟ خب طبیعی اینا نباید بمونن. من طبعا به این رأی دیدم، نظرم اینه که دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی تحت هر نامی باشه، اصلا مهم نیست اسمش دستگاه قضایی، وزارت نمیدونم فلان فلان، اینا باید منحل بشن. اما برای آینده ایران طبعا متخصصین، طبعا مجلس مؤسسان، طبعا نمایندگان مجلس خواهند نشست، فکر خواهند کرد، فرصت خواهند داشت برای پیریزی یک سیستم ساخت و ساختار سیاسی دموکراتیک که در جهت منافع مردم کار بکنه. خب بفرمایید آقای مراد. البته من یه تجربه به عینه من دیدم در کشور افغانستان، اینه فقط برای یه تجربه میگم. اون وقت کمونیست‌ها در قدرت بودن و 7 سازمان و حزب مجاهدین انقلاب اسلامی که غربیا اونا رو تا دندون مسلح کرده بودن، اینا میخواستن بیان به اصطلاح شهرها رو بگیرن. قوای شوروی رفته بود، یعنی در مرحله سقوط افتاد. و خب اون وقت دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان بود و پیشنهاد میکرد به احمد شاه مسعود، یکی از افراد تاجیک و خیلی خوشنام بود در بین افغانها، گفت آقا شما بیاین وزارت دفاع رو بگیرید و همین جور به تعینی میگفت خلأ قدرت بگونه خواهد شد که وضعیت رو برای همه بد خواهد کرد. احمد شاه مسعود نیومد و 3 ماه این پست خالی بود. وقتی که این 7 حزب وارد شهرهای افغانستان شدن، جنگ شد بین خود این 7 گروه. برای چی؟ برای اینکه یکی خادو بگیره، دستگاه استخبارات عراق رو چیز افغانستان بگیره، یکی دیگه میخواست بره در واقع ارتش رو بگیره. اینجا صحبت شما انحلال، صحبت من تغییر رهبری این ارگان هاست. یعنی اون 7 حزبی هم که اومدن استخبارات رو گرفتن، سیستم رو نگه داشتن، رهبری رو عوض کردن، از عناصر خودشون گذاشتن و بعد حالا بماند. بفرمایید آقای مراد خورشیدی. من این رو فقط به عنوان اینکه در اون زمان من در افغانستان بودم و این تجربه رو داشتم. بفرمایید. من قانع نشدم چون ایشون گفتن عراق الان بهتر از عراق قبل استش. منم قبول دارم جمهوری اسلامی در اونجا مشکلات ایجاد کرده، کاملا قبول دارم. بحث من اصلا اینجوری نیست. بحث من اینه که کسی که وقتی از نظام عبور میخواه بکنیم، تمام این جریانات سیاسی، نظامی، فضایی فلان سر جاش باقی میمونه، فقط تغییرات اساسی در رهبریش میشه. طبیعی که بسیج من صحبت نمی کنم، صحبت سپاه هستش و ارتش. 70%
اعضای سپاه همون سربازا هستن، اینا میره توی ارتش. این خیلی در مرحله اول بسیار کار ساده ایه. ما با ارتش مشکلی اصلا کار پیدا نکردیم. ارتش در سرکوب مردم و از انقلاب اصلا دخالتی نداشت. رهبریش مطمئنا مشکل داره، از طرف بالا چیز میشه. یک نیروی، یک جریانی متخصص و تحت رهبری ارتش میتونه این سپاه و ارتش رو ادغام بکنه. فرماندهانی که جنایت کردن فلان کردن کنار میذاره و یه ارتش بزرگ و قوی خواهیم داشت. ما هیچ دلیلی نداره که همه اینا رو منحل بکنیم، دوباره بریم یه ارتش جدید به وجود بریم. اینجا است که میگم اون وضعی هستش که اون آقای نماینده آمریکا اومد اونجا گول خورد. گولش کی زد؟ به نظر من یکی جمهوری اسلامی زد، یکی بقیه مبارزین عراق که خواستن از شر همه این جریانات قبلی خلاص بشیم، چون خودشون به قول شما امکاناتی داشتن. مثلا کردها یه سری امکانات داشتن و بقیه شیعیان هم از طریق ایران امکانات آورده بودن، از ذره نظامی میگن. در نتیجه قدرت رو گرفتن و میتونستن ادامه بدن اگر دخالت ایران و کشورهای دیگه نمیشد. فقط ایران هم نبود دخالت کرد، عربستان هم از اون بر دخالت کرد کنن. این همین مسئله در غیاب این جریانی که شما الان میفهمید اینا باید برن دوباره چیز وجود بیاد، میتونه دخالت کشورهای دیگه باشه. چطور شما فکر میکنید ایران هیچ کس بعدا دخالت نمیکنه؟ چرا گروه های مسلح که در ایران هستن و همین الان هم در همین جریان فراخان دقیقا به حزبی که مشوق امر مسلح هستش و مسلحانه الان میگه مبارزه باید کرد با اون متحد میشن و بقیه رو دعوت میکنه فراخان، چرا اون نتونه به اصطلاح اونجا دست بالا رو داشته باشه؟ من عیبی نمیبینم یک حزبی، چه بلوچ، چه کرد، چه مثلا فارس و لور نیروی قوی داشته باشه، بزرگ باشه فلانا، ولی این یک نوع چیز عدم توازنه که یه جریانی به اصطلاح مسلح به یه جریانی بقیه جریانات غیر مسلح. این از این بگذریم، اساس انتقاد من به اینه که به هیچ وجه نباید زیر این قضیه رفت که ما تمام نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی رو در اینجا منحل بکنیم و بعد از نو بسازیم. نه چنین چیزی نظر من نیست و منتاج نظر شما هست، هیچ مشکلی نیست، میتونید نظر باشه. ما من یک توضیح بدم این مطلب روشن بشه، یک توضیح. خب به نظر من بند به بند بریم بهتر نیست الان آقای کاوه صحبت کنه؟ آره همین نکته رو، همین نکته رو ببینید. من فکر میکنم یک برداشت صحیحی نشده از این مطلب. ببینید بگیم این جمهوری ایران نباشه و قانون اساسیش باید ملغا بشه، به این معنی نیست که ارتش نباید باشه، به این معنی نیست که دادگاه نباید باشه. نه ببینید، خیلی مشخصه اینجا خیلی مشخصه، میگیم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نباید باشه. کجا نوشته؟ میتونی الان بیانیه پیش ببین مراد، بذار کاوه صحبت بکنه بعد شما. وقتی که میگه رژیم جمهوری اسلامی در کلیت خود اصلاح پذیر نیست و در چارچوب آن هیچ یک از خواستهای دموکراتیک مردم ایران تحقق پذیر نیست، بنابراین سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و انحلال همه نهادهای قضایی، قانونگذاری و اجرایی سرکوبگر در پرانتز اهم سیاسی، نظامی، امنیتی و غیره و الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین غیر دموکراتیک شرط نخست و اصلی در راستای استقرار یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و دولت و حقوق بشر می باشد. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی، این کلیت، این نام، این نامی که رو هر ارگانی هست، این نباید بمونه. نه اینکه ارتش نباید باشه، نه اینکه دادگاه نباید باشه، نه اینکه ارگان به حساب حفاظت از مرزها نباید باشه. اینا باید بمون، اینا خواهند مون. به قول شما مدیریتش عوض خواهد شد، احتمال داره یک سری ساختار به حساب آیین‌نامه‌های داخلیشون حتما تعویض خواهند شد، این رهبریش تعویض خواهد شد، ولی دیگه این مال جمهوری اسلامی نخواهد بود. یعنی هر چیزی، چه به اسم چه به محتوا، هر چیزی، هر ارگانی، چه به اسم و چه به محتوا متعلق
و منبعث از عقلیت جمهوری اسلامی و ذهنیت جمهوری اسلامی این نباید باشه. ارتشی که منبعث از یک نظام دموکراتی، یک اندیشه بشری امروزی و برخواسته از منافع ملی ایرانیان هست چرا نباید باشه؟ باید باشه. و اون سپاهی، اون ارتشی، اون شهروند، اصلا اسم نیاریم بگیم شهروند، اون شهروندی که میخواد در یک ارتشی که محافظ منافع ملی ایرانیان هست خدمت بکنه، خب بره خدمت بکنه. ولی اون ارتش دیگه ارتش جمهوری اسلامی نخواهد بود. پس ارتش جمهوری اسلامی، اصلا اجازه بدیم من اینجوری بگم خیلی ساده تر، جمهوری اسلامی با تمام متعلقاتش باید ملغا بشه، باید ملغا بشه. ولی این به معنی نماندن و نبودن یا عدم احتیاج به دادگاه، به ارتش، به پلیس، اصلا به این معنا نیست. حالا شما میخواین، شما راهکار الان دو تا مثلا به یکی اشاره فرمودید، میخواین مدیریتش رو عوض بکنید چه بهتر، ولی آیین‌نامه داخلیش هم باید عوض بشه. چون همین مدیریت فعلی، همین افرادی که الان 70% که شما بهش اشاره فرمودین که فقط سربازان در سپاه پاسداران هستن، با یک آیین‌نامه کار میکنه که اون آیین‌نامه سرکوب میکنه، دستور سرکوب میده. پس اون فرد که نباید منهدم بشه، اون آیین‌نامه و اون ساختار باید منهدم بشه. نمیدونم الان روشنه یا نه. فقط از این بس میگذریم، من نظر خودم گفتم، فقط میخوام بگم که دوست عزیز، وقتی جمهوری اسلامی میره یک نیروی دموکرات اومد رو کار، معلومه که اون ارتش نیروی دموکراتیک میشه. اون ارتش که کودتا نکرده، مردم رژیمی را انداختن، جمهوری اسلامی را ده، ارتش میمونه، ارتش مال اون مردم خواهد بود. معلومه که یک تغییراتی میشه و هیچ، و اصلا این بندی که اینجا هست، این فرمایشی الان کردی رو بازم چیز نمیره، ولی همین فرمایشی الان شما هم کافی نیست، برای اینکه معلومه جمهوری اسلامی رفت دیگه، میگه ارتش نمیره، سپاه نمیره، نمیدونم شهربانی نمیره، قوه قضاییه نمیره، نمیدونم خیلی نمیره، اینا هستند. تغییرات معینی در بالا صورت میگیره، همه اینو خواهم بود، انحلال نخواهیم داشت. پس اگر نظرتون این باشه که الان میفرمایید که یک مقدار خودشت به هم نزدیک داریم میشیم، باید این تغییر بکنه یک مقدار. حالا این به نظر من مراد، به نظر من نظر یکیه، یعنی همون کاری که خمینی کرد، ارتش رو گرفت، رهبریش رو عوض کرد، آیین‌نامه‌هاش رو عوض کرد، افراد ایدئولوژیکش هم گذاشت اونجا، کمپلت ارتش رو از چی میگن آورد در خدمت خودش، تا دو همونش هم با بهش اعتماد نداشت، کنارش رفت سپار درست کرد. خب بریم روی بندهای دیگه. این نظر ما یکی نیست، نظر منم با این بیانیه یکی نیست، این بیانیه چیزی دیگه، فراخوان چیز دیگه گفته. ما این بحث رو تمام کنیم. خدمت دوم، در بند جیم، در حالی که به مبارزه مسالمت‌آمیز تاکید دارد، واحد دموکرات کردستان عراق که مشابه مبارزه مسلحانه است کنار می آید. این امر را دوست عزیزی چند روز پیش که به اصطلاح از برلیک بوده شما اینجا مصاحبه می کرد، گفته که خود نماینده آذربایجان میراست در مصاحبه با شما کیانوش گفته که این رو باید به اونا رجوع بکنی که چرا هم مبارزه مسلحانه تشویق می کنند، هم این که در این امضا کرده. در حالی که به نظر من اینطور نیست، هر یک از امضا کنندگان مسئول این تناقض هستند، مگر اینکه یک توافق نانوشته بینشون وجود داشته باشد. این تناقضی عوض میخوام میشه توضیح بدیم تناقض چیه؟ الان میگه تناقض چیه؟ آره، به نظر من کسانی که مبارزه مسلحانه رو تشویق میکنند من هیچ اشکالی نمیبینم، ولی با اون کسی که میگه مبارزه مسالمت آمیز غیر خشونت آمیز، این دو جریان متفاوت هستند. فرض بفرمایید فردا به دلیل حرکت مسلحانه یکی از متحدین این چند جریان بیاد به یه جای حمله بکنه، تعدادی رو بکشه و از اون برم رژیم بیاد یک موشکی بندازه یا یک کاری بکنه یه تعدادی رو نابود بکنه، اینجا این افراد متحد و بنده که همیشه به اصطلاح تلاش میکردم که مثلا در جهت مبارزین باشن، تکلیف موشیه. یعنی بگم که این اشکال کی به وجود آورد؟ اونهایی که در حقیقت مبارزه مسلحانه کردن،
چون از نظر اونا اشکال نیست، اونا شکل درست مبارزه است. ببین عزیز من، من خودم چریک فدایی بودم. من اون وقتا که به اصطلاح طرفدار مبارزه مسلحانه بودیم، حزب توده ایران از پیک ایران مثلا میگفت نکنید نکنید این کار خوبی نیست اینا، ولی ما خیلی ازش ناراحت بودیم. بعد اون میومد که چرا به ما اینجوری چیز میکنم به اصطلاح ایراد میگیره، با این که نه محکوم نکرده بود. من میدونم که وقتی من الان صحبت میکنم میگم مبارزه مسلحانه کار درستی نیست، از در منی که طرفدار مبارزه مسلحانه هستم طبیعی دوستانی که طرفدار مسلحانه هستن دلگیر میشن، ولی واقعیت اینه که دو شیوه مختلف کاره. در حالی که در این اعلامیه از شیوه‌های مسالمه‌ای صحبت شده، بلافاصله در کنارش میاد مثلا اشکال دیگر و بعد اشکال دیگر، آدم دقیقا میفهم که حزب دموکرات کردستان ایران مبارزه مسلحانه را قبول داره و حزب دموکرات کردستان مبارزه به اصطلاح دفاع مسلحانه را. این دو مشکلاتی ایجاد میکنه. من میدونم خب بالاخره این رژیم هستش و توجیه قانونی برای سرکوب پیدا میکنه. هیچ کشوری قبول نمیکنه از هر چیز جهانی قبول نمیکنه یکی که داره مبارزه مسلح میکنه طرف دیگری که باش برخورد میکنه رو، یعنی دولت ها رو محکوم بکنه، مگر اینکه مبارزه مسلحانه از جانب بخش بزرگی از مردم ایران مثلا یک کشوری به صورت یک جریان آزادی خواه به صلاح رهایی بخش و فلان نبشه، به طور که جهان به رسمیت بشناسه اون جریان بود. در چنین صورتهایی هستش می‌گذارم، وگرنه در خارج از موارد جریاناتی کوچیک اینجوری که این کارا رو می‌کنن راحت می‌تونن سرکوب بشن بدون اینکه بتونه پشتیبانی حتی نیروهای طرفدار صلح‌آمیز داخل کشور رو، مبارزه مسلمانی داخل کشور رو برانگیزه. ببین اشکال هم برای اونها مشکل ایجاد می‌کنه، هم برای اینه که متحد اینا میشن و نادیده می‌گیرن این مسئله. این نظر منه. بفرمایید. بله آقای کاوه آنگری بفرمایید. ببینید اینم یکی از اون بحث‌های داغی است که در طول چند سال گذشته بارها مطرح شده و من فکر می‌کنم که بیشتر تفسیر به رأی میشه تا اینکه واقعا تعریف بشه. اولا اینکه مبارزه مدنی با مبارزه مسلحانه مکمل یه پکیج مبارزاتی هستن علیه جمهوری اسلامی هیچ همدیگر رو نفی نمی کنن. من یادمه در همون برنامه که آقای عزیزی از بیرلیک تشریف داشتن اینجا، آقای کیانوش توکلی به مبارزه مسلحانه ایراد گرفتن و نمونه ای از سوئد آوردن. این که مثلا خب الان شما هم همین حساب یک اشاره بهش فرمودید که هیچ کشوری بساب اگه یک اولا من نمیدونم در سوئد دموکراتیک و آزاد در اروپا هر یک کشور هر کشوری تو این دنیا که آزادی تعصب و تشکل وجود داره چه نیازی به درست کردن حزب مسلحانه و گروه مسلحانه هست؟ یعنی در سوئد مثلا چه نیازی به این هست که بری یک حزب مسلحانه درست بکنی برای اینکه به قدرت برسی یا تغییراتی رو یا اون مطالبات رو به حساب پیگیری بکنی؟ پس اساسا این مقایسه ایران با هر کشور آزاد و دموکراتیکی از اساس نادرسته. نمیتون این مثال این مثال مقایسه نادرسته است. قیاس معلفات این یک. دو، مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی یه پکیج که انواع شیوه رو شامل میشه. این شیوه ها همدیگر رو نفی نمیکنن، خط نمیزنن، همدیگر رو تکمیل میکنن. مبارزه مدنی، مبارزه سندیکاها و کارگری، مبارزه دانشجویان، مبارزه زنان، مبارزه احزاب و تشکلهای سیاسی غیر مسلح و مبارزه مسلحانه حتی. من حتی این یکم تعارفه. فرق مبارزه مسلحانه و تروریسم چیه آیه کاوانگری؟ هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. نه ترور و تروریسم رو تعریف کنید. نه ترور که مشخصه، شما یک فردی هستین، ببخشید که شما رو میگم یک فردی رو نظر بگیرین، ایشون پا میشه با یه اسلحه یا با چاقوی یا با یک گریگری بولدوزری به حساب با یه کامیونی یا با یه هواپیمایی که میدزده میره یک نفر رو به ناگهان میکشه.
ولی مبارزه مسلحانه یعنی اینکه شما یک حزب دموکرات کردستان ایران هستین، بیش از 70 سال سابقه دارین، بیش از 70 سال برنامه دارین، در این برای این برنامه مبارزه میکنین، به حمله میشه، اعدام میشی، زندانی میشی، موشکباران میشی، از خودت دفاع میکنی. این ترور نیست، این نهایت کم لطفی. اگه بیای بینی مثلا بیایم مبارزه مسلحانه حزب دموکرات کردستان ایران رو با تروریسم یکی بدونیم، بذار برکا مراد جان وایسی، بذار کاوه صحبتشو بکنه بعد شما با من. نه بنویسید یادداشت، چون اینجوری تو حرف هم بپرین چیز میشه. بفرمایید. بعد پس این مبارزه مسلحانه، دومن نقطه ای در این مسئله هست، شما در مبارزه و نوع انتخاب مبارزه شما جایگاه اول یا چجوری بگم انتخاب اول دست شما نیست، اتفاقا به تحمیل میشه شرایط مبارزه. این شما نیستین که انتخاب میکنی حتما چگونه مبارزه بکنی، بخش عمدش رو همون رژیم دیکتاتوری و استبدادی حاکم بر ایران داره تحمیل میکنه. وقتی که شما در انقلاب شرکت میکنی با مطالبات مشخص، با برنامه مشخص وارد میدان میشی، هزینه میدی و ولی بعداً سرکوب میشی، قتل عام میشی، قتل عام به معنای واقعی قتل عام میشی. وقتی که میری سر میز مذاکره رهبرتو ترور میکنن، وقتی که رهبرتو در خارج از کشور با اپوزیسیونی به حساب مخالف جمهوری اسلامی میشینه ترور میکنه، وقتی که اعضاتو غیر مسلح میگیره اعدام میکنه، حق دفاع از خودت چه مسلحانه است چه غیر مسلحانه است یک حق انسانی مشروع و عقلانی هست. این دیگه شما نیستین که تعیین میکنین این نباید اسلحه تو دستش باشه، باید چاقو تو دستش باشه یا نه خیر، باید دست گل رس تو دستش باشه. این شرایط رو رژیم تحمیل میکنه. دو، شما من متوجه یک موضوع شدم در این بحثایی که شما ها مطرح میکنید. چرا یک اصفهانی میتونه اسلحه به دست باشه، اسلحه به دست باشه، عضو ارتش ایران باشه، ولی یک کرد نمیتونه اسلحه به دست باشه و عضو ارتش ایران باشه؟ چرا فکر نمی کنید این نیروی نظامی که الان کردستان داره ذخیره بسیار غنی و آزموده و با تجربه ایست برای فردای ایران؟ چرا فکر نمی کنید این نیروی آزموده نظامی امروزی که تمرین دیده فردا میتونه فرمانده لشکر بشه، فردا میتونه از مدیران ارشد نظامی ایران بشه؟ چرا اینجوری فکر نمی کنید؟ چرا فکر می کنید فقط این بچه بسیجی و بچه سپاهی و این مافیایی که امروز هست حالا با یکم بخشش و اینور و اونور میتونن فرمانده ژنرال های ایرانی بشن؟ شما چرا به این قضیه اینجوری نگاه می کنید؟ چرا اصلا اینجوری نگاه نمی کنید که چرا این مشهدی اسلحه به دست الان در کردستان داره سرکوب میکنه، حالا تحت هر نام ارگانیکی باشه؟ چرا اینا رو رد نمی کنید؟ چرا فکر می کنید کردی که اسلحه تو دستشه و الان تو کردستان داره دفاع می کنه این داره کار بدی می کنه، ولی این مشهدی که اسلحه تو دستشه، اصفهانی که اسلحه تو دستشه در کردستان داره سرکوب می کنه، کولبر می کشه، این داره کار خوبی می کنه؟ یا اصلا کار خوبی نمی کنه ولی شما چیزی نمی گین در مقابل این؟ نه، نیروی نظامی احزاب کردستانی یک پتانسیل، یک ذخیره نظامی برای حفاظت هستن. اینجوری باید تعریف بشه. امروز پیشمرگ داره از مردمش دفاع میکنه. شما نیستین، این من نیستم، شما نیستین و هیچ کسی دیگه هم نیست تو ایران که به ما این اختیار رو به ما بده که روش مبارزه با خودمون انتخاب بکنیم. رژیم به ما تحمیل کرده مبارزه. شما فرمودین جبهه آزادی بخش، مگر اینکه یک جبهه آزادی بخش تشکیل بشه، خب بپیوندیم، بفرمایید این تجربه، اینم تاریخ، اینم برنامه، اینم اساسنامه، اینم افراد شناخته شده. تروریست یک فرد ناشناخته شده است، ولی حزب دموکراتی، عضو حزب دموکرات یک فرد شناخته شده است، یک فردیه که شناسنامه داره، چهره داره، برنامه داره، اساسنامه داره، وبسایت داره، تلویزیون داره، شماره شناسنامه داره، همه چی داره. ما میگیم اینو میخوایم، شما بیاین بپیوندین به این جنبش آزادی. خیلی خوب، این
به نظر من گفتیم. من یه نکته رو چون اشاره کردم به من مراد جان یه دقیقه بایستن. ببینید وقتی حمله شد به رژه نظامی در اهواز، یک نفر از رهبران مقاومت اهواز که در دانمارک زندگی میکنه به نام یعقوب نمیدونم چیز، این بلافاصله اعلام کرد که این کار یکی از گروه های مقاومت اهوازه. بعد اخیراً اومدن پلیس دانمارک اومد این رو این ستا رو گرفت و اعلام کرد که کسایی که در دانمارک دارن زندگی میکنن از مبارزه مسلحانه تشویق میکنن، این دفاع از تروریسم، از جرایم نقدی تا 2 سال زندانی داره، که اینا رو گرفتن و قرار شد که اینا رو ببرن دادگاه. این یه موضوع. یه موضوع دیگه، آقای کاوه آهنگری خوب به خوبی میدونه در کردستان یک سری 2 تا خط مش هست. یه خط مش دفاع مسلحانه رو میگه، این مربوط به حزب کومله و حزب دموکرات کردستان هست بدون نام ایران، و کسی که مبارزه مسلحانه رو محور قرار داد حزب دموکرات کردستان ایران هست. خب ببینید بحث مبارزه مسلحانه یه بحث به نظر من هم یه خطی نیست. اگر در یه شرایطی خیلی از ملت‌ها شاید برسن به این و اون حرفایی که آقای چیز میزنه درست باشه، به هر حال در خود کردستان 2 تا خط مش هست، یعنی کومله عملیات انجام میده ولی اعلام نمیکنه. خب ولی حزب دموکرات کردستان رسما بعد از 20 سالی که کار مسلحانه نکرد اعلام کرد. حالا من نمیدونم چرا، اگر بد برداشت کردم میتونیم بگین دفاع مسلحانه با خط مش مبارزه مسلحانه تهاجمی فرق داره. مراد جان بفرمایید، شما خواستید صحبت کنید در همین مورد. به نظر من بند به بند بریم، کوتاه‌تر صحبت کنیم. بله، فقط در ادامه صحبت این دوست عزیزم باید بگم که آره، سوئد احتیاج مبارزه مسلحانه نداره. من مورد نظرم این نبود، مورد نظرم بود که در ایران نیروهای اصلی جریان برانداز یا خواستار گذار میگن آقا مبارزه باید مسلمان‌آمیز باشه و یک بخش کوچیکی میگه مسلحانه بود باشه. رژیم میتونه روی اونا زوم بکنه و اونها رو آسیب بزنه بدونه که بقیه بتونن ازشون دفاع بکنن. این بحث رو من اینجا تمام میکنم و با اعتقاد دارم با کسانی باید، اگر من طرفدار مبارزه فقط مسلمانه، باید با کسانی که طرفدار مبارزه مسلمان‌آمیز هستش در یه جبهه قرار بگیرن. این رو نظر من تمام می‌کنیم. بس حالا می‌ریم سر مسئله بند 2، موضوع حق تعیین سرنوشت که اونجا مطرح میشه. به نظر من برداشت غلطی از اعلامیه حقوق جهانی از نبی جهانی حقوق بشر. سازمان ملل متحد در حقیقت سازمان دول متحد است. اگر در اونجا بحثی از ملل میاد، منظور دولت ها هستن و حق تعیین سرنوشت به مفهوم حق دولت ها در تعیین سیاست چیزای داخلی خودش هست و عدم مداخله در امور داخلی دولت هاست. به این که یه تعدادی از احزاب و گروه های شخصیت های اتنیکی این سالها مرتب روی مسئله ملیت و در نتیجه ملت سازی در کشورهای در داخل یک کشور بحث میکنن و بلافاصله بحثش میکنن به حق تعیین سرنوشت ملل و فلان اینا، که هم از تئوری لنینی در میاد هم به نوعی از بستاز نوعی، این یک برداشت غلط است در بهترین حالت. یا اگر بخوادم فکر بکنه میگه که این برداشت حساب شده است که در حقیقت یک کشور رو از ملت ها بدونه و بلافاصله نتیجه میگیره که مطابق چیزهای سازمان ملل، ملت ها حق تعیین سرنوشت دارن تا حد جدایی. این به نظر من یکی از مشکلاتی هستش که در این اعلامیه اومده و بلافاصله بعد از این جریانی که این هفته جریان خود رو با جریانای دموکرات و که با این تفاهم نامه همسوی جمهوری دموکرات با این تفاهم همسویی دارن، از جمله مسائلی که اینا خیلی اصرار دارم و من اخیراً هم در این فراخوان دیدم هم در به اسلام مصاحبه چندین نفر از این دوستانی که این امضا کردن در رادیوی کورت تریبونال، مثلا 3 نفرشون اومدن
و دیشب در ایران اینترنشنال بود، یکی از دوستان اومده بود، اینا همه اینا مسئله فدرالیزم رو شرط اصلی برای وحدت و همکاری نشون گفتن. اینا حتی این دوستانی که در ایران تریبون سه تا مسئله رو گفتن: فدرالیزم، سکولاریزم و جمهوریت. این ستا رو گفتن، با این ستا این از شهر ایران خط قرمز نزد. جناب عالی هم در به اصطلاح ویدئویی که بلافاصله پس از پخش اعلامیه، یعنی انتشار اعلامیه منتشر کردی، گفتید که فدرالیسم خط قرمز ماستش. و اما مسئله فدرالیسم مشکلات زیادی برای خودش داره. من از قول یکی از دوستان هم ولایتیش و همشهری شما، یعنی از دوستان هموطن کرد ما، یک مطلب علمی کنم. در تحقیقاتی که ما کردیم به این نتیجه رسیدیم که فدرالیسم یک راه حل نهایی برای ملت ایران نمیتواند باشد. ژورنالیست میپرسد، این البته من از قبل بگم این صحبتی هستش که آقای عبدالرحمن حاجی همون رو اجاب میده. ژورنالیست ازش میپرسد، میپرسد آقای بدین دلیل که فدرالیسم نیاز به مرز دارد، جواب میده دقیقاً کردها از ماکو تا همدان بیشتر از 1000 کیلومتر مرز مشترک دارن با آذری ها. آذری ها 1000 کیلومتر مرز مشترک دارن با فارس ها. ترکمن ها همینطور، بلیش ها همینطور، به اضافه عرب ها. ما همه مرزهای مشترک طولانی با فارس ها. ما چطور میتونیم فدرالیسم داشته باشیم؟ فدرالیسم نیاز به مرز داره. این فدرالیسم مرزش از کجا تا کجاست؟ این مشکل در جنوب کردستان عراق هم داریم. فدرالیسم برای ایران مشکل را حل نمی کند که هیچ، بلکه مشکلات بسیار بزرگتری به وجود می آورد. آذری ها با کردها، کردها با آذری ها، همه با هم به جنگ دعوا و کشتار خواهند پرداخت و بر سر هر وجب خاک و بر سر هر وجب خاک. این طور نیست که ما در بین دو کنگره به این نجستیم، چون تجزیه کفر نیست ولی به نفع ما نیست. چیزی که به نفع ما نیست چرا به دنبالش باشیم؟ شما ببینید بیشتر ملت اروپا خیلی ها بیش از ما جنگیدن، قربانی دادن تا مستقل شدن. با وجود تمام قربانی ها و جنگ ها دارن دوباره مرزها رو از بین میبرن و دارن جزی از اروپا و اتحاد اروپا میشوند. حتی از اینکه تجزیه شدن پشیمان هم هستن. میگه دیگه چی اشاره میکنه قبلا با بله دیگه همین اونگتن. این رو به اصطلاح رهبر یه حزبی که در حقیقت بیش از زودتر از بعد از در جریان جمهوری اسلامی زودتر از همه به مبارزات مسلحانه حتی تا حد مرز جدایی و فلان رو یا بود و بعد در کنگرهشون بخواست به این نجسته. من حالا این رو، ولی من شخصا نمیگم کسی صحبت فدرالیسم نکنه، این نظر من نیست. جریانات مختلف، هموطنان کرد، ترک، آذری، فلان، عرب، همه میتونن مسئله فدرالیسم مطرح کنن، ولی وقتی شرط گذاشتن بدون تصویبش در مجلس مؤسسان، به نظر من این یک مقدار، یه مقدار به اصطلاح فشار هستش به نیروهای سلخا و طرفداران مسلط آمیزی که خواستار عبور از این رژیم هستند و دست کمک به سوی سایر هموطنان دراز میکنه. اما این نقشه زبانهای و گویشهای مختلف ایران هستش. در این نقشه شما در شمال خراسان، در قسمت کردستان، در یه بخش دیگری تو قسمت‌های نزدیک بلوچستان اونجا کرد داریم، کرد زبان داریم. در سه نقطه مختلف، یعنی همون رنگ آبی دیگه، درسته؟ بله؟ رنگ آبی منظورته دیگه. رنگ قرمز در سه نقطه هست، قرمز ما یعنی کم رنگینا، سه نقطه چیز عربی داریم و چگونه میشه این کار رو کرد؟ ولی مسئله من نیست الان. و اگر ببینید، ببینید چقدر موزایی که زبانی هست، یعنی چندین زبان در یک جا و بعد همین چندین زبان در جای دیگه. این مسئله البته به نظر من مشکلات بسیار زیادی داره، ولی این معنیشی نیستش که من به حق همه ایرانی ها آموزش زبان مادری مشکل داشته باشم. مدافع سرسخت این مسئله هستم، مدافع سرسخت این مسئله هستم که فرهنگ‌های گوناگون به اصطلاح باید رشد بکنه در جامعه دموکراتیک. هر قومی، هر ملتی، هر اتنیکی فرهنگ خودش رو باید چیز بکنه. منتها راه حلش چیه؟ شما فدرالیسم میگید و این رو شرط هم میذارید. بنده فکر میکنم شرط گذاشتنش
100% غلطه، ولی بیان این مسئله به پیدا کردن راه حلی که بر هر نوع ایرانیش بتونه درست بشه اینا، اون میتونه مطمئنن مورد بحث درون نیروهای طرفدار فدرال قرار بگیره، به جریانات غیر فدرال ارائه بکنن. طبیعی که تا اون مرحله مجلس مؤسسان میتونه این بحث ها ادامه داشته باشه، تعیین تکلیف با مجلس مؤسسان خود. خب بفرمایید آقای کاوه. جانم بله، مطالب بسیار زیادی مطرح کردن جناب خورشیدی، ممنونم از این همه نکته به حساب حساس و قابل بحث. ببینید ولی اول به یک نقطه نظر جناب توکلی بپردازم. در کردستان دو محوری نیست، به هیچ عنوان این مطالعه شما زیاد دقیق نیست. همه اون احزابی رو که شما بهش جهنمیشون کردین همشون مسلحن، همشون عملیات انجام میدن، همشون میتونن به انجام عملیات و دفاع مسلحانه و گروه نظامی یا بخش نظامی به وجود پیشمرگ نظامی خودشون معتقد هستن، دارن به خاطر هیچ به حساب کسی یا هیچ قول و وعد و وعیدی هم نیروهای نظامیشون رو منحل نمی کنن. اساسا اطلاع اشتباه به شما دادن، هم کومله کردستان ایران، هم کومله زحمتکشان کردستان، هم حزب دموکرات کردستان ایران و هم حزب دموکرات کردستان احزاب سیاسی نظامی هستن. هر کسی غیر از این به شما گفت، مطمئن باشید اطلاعات اشتباه به شما میده. پس ابدا دو گفتمانی نیست، ولی اون چیزی که شما بهش اشاره میکنی یک جوری دیگه، از اجازه بدیم من عرض بکنم. حتی اول انقلاب، یعنی بعد از انقلاب، در بحبوحه جنگ، زمانی که جنگ در حادترین حالت خودش بود، شهید رهبر دکتر قاسملو میفرمودن ما داریم این اسلحه‌ای که دستمون هست، این مبارزه مسلحانه‌ای که داریم انجام میدیم، برای اینه که بهمون بگن که چی میخوای، یعنی برای اینه که ما به حقوقمون برسیم، وارد مذاکره بشیم، وارد گفتگو بشیم، وارد دیالوگ بشیم. من نه از همه کوچکتر در حزب دموکرات کردستان ایران، من کم تجربه تر در حزب دموکرات، از همه کم تجربه تر، این فهمو دارم که با کلاشینکوف با یک اسلحه ساده نمیتوان به تمامی حقوقمون رسید، ولی این تنها ابزار و وسیله دفاعی است که تا به امروز ما در دستمون داریم. پس یک، این یک. دوم این که اصولا حزب دموکرات، من عضو حزب دموکراتم، من کار به احزاب دیگر ندارم، معتقد به یک مبارزه چند بعدی، معتقد به یک پکیج مبارزاتی است که از اعتصاب درش هست تا مبارزات یا فعالیت های زیست محیطی تا دفاع مسلحانه. مبارزه ما یک پکیج، هیچ بخش از این مبارزه رو به هیچ عنوان تعطیل نمی کنیم برای یک بخش دیگه، چون تمامی این بخش ها، تمامی این روش ها هم دیگه رو تقویت می کنن. همچنان که نیروی نظامی ما در 3 سال گذشته در فاز نوین مبارزه ذاتی تحت عنوان رسان، مبارزه مدنی، جرأت مبارزه مدنی و جرأت جمهور رو به بالا برده، ولی این به این معنا نیست که ما عاشق تفنگ و عاشق ریختن خون و عاشق کشته شدن و کشتن هستیم. نه، اینا هم دیگه رو تکمیل میکنن. این بحث رو تموم کنم برم سر اصل مطالبی که جناب خوشیدی مطرح کرد. ببینید، شما یا به منشور حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقیش معتقد هستیم یا نیستیم. اگر هستین، من با به اطلاع شما جهت یادآوری بعضی هایی که مثل شما فکر میکنن، منشور حقوق بشر اینو خیلی درست فرمودین که این سازمان دول متحد، سازمان ملل متحد نیست. این منشور حقوق بشر و کنوانسیون هاش، میثاق های بین المللی، همه در جهت منافع دول نوشته نشده. شما کنوانسیون یا میثاق حقوق سیاسی مدنی دارین که دقیقاً به حقوق مردم میپردازه، نه دولت. پس منشور حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی، میثاق های بین المللی، همش متوجه دولت ها نیستن، بلکه متوجه مردمان هم هستن. ببین مراد، بذار صحبت بکنه. ببین من اصلا این نمیگم، درسته من با نظر شما موافقم. خب بسیار عالی.
بله مسئله دیگر در مورد فدرالیزم که مطرح شد، ببینید اینی که ما میگیم فدرالیزم شرط اصلی است، این یک طرح مطالعه شده است. شما حداقل یک تاریخ پر از استبداد که استبدادی که تولید و بازتولید یک نظام تمرکزگرا هست رو پیش چشممون داریم، چه زمان پهلوی چه زمان جمهوری اسلام. پس اساساً صحبت کردن از تمرکزگرایی یا یک نظام سیاسی متمرکز عین جنایت، کلمه جنایت رو آگاهانه و با دقت من اینجا به کار میبرم. طرفداری از یک نظام تمرکز طرفداری از جنایت علیه بشریته. در ایران حداقل اینجوری میشه، هم پهلوی جنایت کرده هم جمهوری اسلامی جنایت کرده. چرا؟ چون سیستمش استبدادی تمرکزگراست. پس ما میرسیم به یک نوع دیگه، یک شق دیگه از این نظام سیاسی که عدم تمرکزه. عدم تمرکز در یک کشور چند ملیتی، چند ملیتی منظورم چند مللیه، کثیر الملل است، کثیر الزبان، کثیر الهویت، کثیر المذهب. شما نمیتونی یک دموکراتیشو عرض میکنم، شما نمیتونی یک کشور متکثر به لحاظ زبانی و مذهبی و هویتی رو برای من نمونه بیارید در دنیا دموکرات باشه ولی ساختار سیاسیش متمرکز باشه، اصلا وجود نداره. تمام کشورهایی که دموکراتیکن، آزادن، به منشور حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی معتقدن، کشورهایی هستن که میشه از اونا به عنوان جامعه باز نام برد، حتما یک نظام فدرالی یا شبه فدرالی در اونجاست. حتما از بلژیکش گرفته، سوئیسش گرفته، کاناداش گرفته، هندش گرفته، اینا متکثرن. منظورم از منظورم این نیست که هر کی فدرال باشه حتما کثیر الملل است، نه اینجوری نیست. آمریکا کثیر، حالا درسته آمریکا یک مالتینگ پات هست به حساب یک شلم شوربا هست، نمیدونم حالا مالتینگ پات میشه چی در زبان فارسی، یک جامعه خیلی متکثریه، ولی اساسا آمریکا فرق میکنه با تمام دنیا. ولی آلمان مثلا، آلمان یک کشور فدراله ولی کثیر الملل نیست. یعنی به این معنا نیست که حتما اگه کثیر الملل بودی، کثیر الزبان بودی، حتما باید فدرال بشی. نه، شما میتونی یک کشور یک زبانه یک مذهبه باشی ولی فدرال هم باشی. پس اصولا در کشورهای دموکراتیک دارای تکثر زبانی و مذهبی بدون یک ساختار غیر متمرکز نمیشه از دموکراسی حرف زد. هر کسی اومد به شما گفت جناب خورشیدی، جناب توکلی، بینندگان و هموطنان من، هر کسی اومد به شما گفت در ایران میخواد دموکراسی برپا بکنه، به دموکراسی معتقده، ولی خیلی دقیق دارم اینو میگم، ولی به نوع ساختار سیاسی منطبق با این تکثر حرف نزد، بدونید یا بی سواد یا داره دروغ میگه، یا بی سواد یا داره دروغ میگه. باید کسی که دموکراسی رو فهمیده، باید کسی که آزادی رو فهمیده، باید کسی که به تکثر و تنوع زبانی و مذهبی در ایران معتقده، اشاره صریح و علمی به نوع نظام ساختار سیاسی آتی ایران بکنه. این به این معنی نیست، من موافق یک فرموده شما هستم جناب خورشیدی که خیلی دقیق فرمودین که خب راه بازه، میشه در موردش صحبت کرد، این خیلی خوبه، این یک منش سیاست مدارانی دموکراتی. بحث من این نیست که، بحث ما این نیست که هرچه ما میگیم بدون کم و کاست همونه که باید بشه. به قول شما فدرالیزم یک مبناست، اما جزئیات فدرالیزم رو میشه با یه صحبت بکنیم، در مجلس مؤسسان باید تصویب بشه. طبعا تا ایناش کلن با شما موافق هستم، این کار من نیست، این کار نهایی حزب بنده نیست، این کار نهایی شما و آقای توکلی هم نیست، اینو باید مجلس مؤسسان. اما اگه شما میفرمایید که نظام آتی دموکراتیک ایران نباید فدرال باشه، من 50% به شما شک میکنم. اگه بفرمایید نباید غیر متمرکز باشه، دیگه من اصلا تموشه شما رو میندازم توی جبهه به حساب غیر دموکرات ها. پس خیلی انا چرا فدرالیزم، خیلی به حساب نقطه بار عرض میکنم، فدرالیزم یک ابزاره، یک مکانیزمه که چند تا کار کرد داره. یک، جلوی تمرکز در آینده ایران رو خواهد گرفت. دو،
فدرالیزم هر کسی رو سر جای خودش می‌نشونه. این اولین باره با این زبان با این سادگی اینو عنوان میکنم، هر کسی رو سر جای خودش میشنه. هیچ گروه زبانی و هیچ گروه مذهبی در آینده ایران به خاطر فدرالیزم نمیتونه تش نمیتونه هژمونی خواهی بکنه، نمیتونه زیاده خواهی بکنه. فدرالیزم یک ابزاری است که هم جلوی تمرکز رو میگیره و هم هر کسی رو سر جای خودش میشنه و هم خیلی مهمه، هم این امکان رو میده به این مناطق زبانی، به این گروه های مذهبی، به این دوتا جنسیت زن و مرد، به این طبقاتی که در ایران وجود داره، به این اصنافی که وجود داره، دموکراسی رو تمرین بکنن، دموکراسی رو نهادینه بکنن در منطقه خودشون. کردستان هم باید شانس اینو داشته باشه، بلوچستان باید شانس اینو داشته باشه که دموکراسی رو از طریق خودش بر مبنای فهم و درک خودش، مبتنی بر پتانسیل و ظرفیت‌های درونی خودش، دموکراسی رو در خودش پرورش بده و نهادینش بکنه و دچار بالندگیش بکنه، نه اینکه از تهران براش صادر بکنن. هر تهرانی، هر کسی دیگه ای غیر بلوچی اومد گفت من دموکراسی رو میدم به بلوچستان، حتما دروغ میگه، حتما شیاده، حتما دروغ میگه، غیر از این چیز دیگه ای. دموکراسی رو رهبران بلوچ باید برای بلوچستان اگر امروز شده یا 100 سال دیگه باید به دست اونا در بلوچستان، دموکراتیزاسیون بلوچستان شروع میشه. و فدرالیزم این فرصت رو به ما میده که با هم دیگه دست در دست هم دیگه از توانایی ها و تجربیات هم دیگه استفاده کنیم، یک رشد همگن و همه جانبه، یک توسعه پایدار سیاسی فرهنگی اجتماعی رو با هم تجربه بکنیم. کردستان به دبستان داشته باشه با آذربایجان، آذربایجان با اهواز، اهواز با بلوچستان، بلوچستان با اصفهان و و و یک نظام ارگانیک که ظرفیت های سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران رو با هم به جلو به حرکت در خواهد آورد. خب ببینید دوستان عزیز، ببینید ما یک ربع به پایان برنامه وقت داریم، یعنی این مباحث باید در یک ربع از جانب دو طرف در واقع طرح بشه یا نقد بشه یا دفاع بشه. بعد مراد جان اینه سعی بکنید کوتاه‌تر بگیم. من فقط یه نکته رو به آقای کاوا آهنگری بگم. من از یکی از پیشمرگای قدیمی حزب دموکرات کردستان که دوست بنده است، در اتاقم هستن، عباس شریفی ساکن دانمارک، پرسیدم و ایشون گفت که همه درسته، همشون سازمان‌های سیاسی نظامی هن، ولی یک سری خط مشه حمله مسلحانه رو، یعنی تبلیغ مسلحانه دارن، یه سری دفاع مسلحانه رو دارن. من درست فهمیدم یا نه یه تفاوتی به این چنینی در بین احزاب کرد وجود داره؟ نه نه، ببینید خب ها به الانش که من خدمت شما هستم، من دارم با فاکت میگم، یعنی آقای توکلی، ها به الانش که من خدمت شما هستم، خب، مشی حزب دموکرات کردستان ایران دفاع مسلحانه است و بارها هم اینو گفتیم، امیدوار، یعنی خواستیم، این آرزو رو داشتیم که مشی وارد مسلحانه، ولی اگر روزی مجبور بشیم، چرا که نه، باید با جمهوری اسلامی وارد بشیم. میگم به هر حال یه تفاوتی بین این دو حزب هست، اونی که پسفند ایران داره جنگ مسلحانه میکنه، اعلام هم کرده، اونی که گفته دفاع مسلحانه. من دارم همین رو عرض میکنم، آره. جنگ مسلحانه نمیکنه، دفاع اداره مسلحانه میکنه، ولی آرزو میکنیم که نریم به طرف مبارزه جنگ مسلحانه. باشه، پس برده. خیلی خوب، ببین مراد چقدر مونده از صحبتهای شما، باید تقسیم بکنیم بین خودت و کاوه. والا حقیقتشونه که 17 دقیقه من وقت میدم به دوتاییتون، خودم هم دیگه حرف نمیزنم. پرسید از یکی، چون اطلاعاتی ازش که راحت میشه پرسید، من معذرت میخوام که تذکر میدم. خب ولی خب 10 دقیقه وقت داریم گفتی؟ نه 17 دقیقه ماکسیموم، باید نصف بشه بین شما دوتا. چون دوست ما کاوه در مورد این آخرین صحبت من هم یک سری مسائل مطرح کردن، روی فدرالیست خیلی تاکید کردن، روی حکومت متمرکز یا غیر متمرکز، مسئله از این قبیل. اون چه که من گفتم جواب من البته دقیقا این نمیتونست باشه، چون خیلی کوتاه‌تر میتونه، چون گفتم که من شرط قرار دادن فدرالیسم رو و با اون
مطلبی که از آقای حاجی خوندم، رهبر پژواک خوندم، با این نقشه نشون دادن، گفتم این باید بوده طرفداران فدرال هستش که نشون بدن که چجوری میخوان این چیز کنن، که الان بحث این شای ما نیست. و من حقیقتا شخصا اگه بخوا بگی، من با حکومت غیر متمرکز موافقم، یعنی نه حکومتی که همه چی در بالا تعیین بشه بقیه اجرا بکنه، متا غیر متمرکز شروع باشه. بعضی حکومت های متمرکز هستن خیلی دموکراتیک هم. مثلا فرض کن در سوئد شما میزید یک شهر خودش پارلمان داره، آیا مثلا همین پارلمان ها میتونه در ایران به کار گرفته بشه؟ مثلا فرض کن در بوجنور که ترک و کرد و فارس و هم مجزه زندگی میکنن، میتونه پارلمان باشه که در حقیقت برای همه اینا تصمیم بگیره، برای کی رأی اکثریت بره در هر مرحله‌ای میخوان. ما در اینجا پارلمان شهری داریم که رهبریش با یه حزب درست مخالف اون حزبی هستش که در مرکز یعنی کشور رو داره اداره میکنه. خیلی بحثا متون اینجا باشه، من اصلا وارد این بحث نمیشم، برای اینکه اصلا کار من یعنی در سطح من نیست و اصلا یعنی من اصلا صلاحیت نداره. این کار حتی رهبران سیاسی هم نیست در اون اعضاب کرد بکنم، اینا روشن بکنه که چجوری بالاخره این مملکت میخواد با حفظ تمامیت ارضی بالاخره چی بشه، یعنی اداره بشه به شکلی که واقعا دموکراتیک باشه. اینه میگذاریم. ولی حالا این کلمه حفظ تمامیت ارضی به نظرم اومد چون بحث زیاده، ولی مجبور میتیکر کنم. ببینید ما سابق یعنی در چندین سال پیش هر حزب یا جریانی وجود میداد یا هر اتحادی وجود میداد، یه بند داشت باور به تمامیت ارضی کشور. بعد یواش یواش این مسئله ملت ها و ملیت ها و اونجور چیزا مطرح شده. ما اون وقتا خب چپ بودیم میگفتیم خلقا، الان زیاد فرقی نمی کنیم. تا اینکه این اواخر مثلا ما در شورای دموکراسی خواهان و برخی از اعضاب اتنیکی میبینیم که مسئله حفظ تمامیت ارضی به نوعی اومده، ولی اما مثلا در شورای دموکراسی خواهان بند 7، حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور ایران با پایبندی به اصول برابری و همزیستی مساوی‌نژادی ملیت‌ها و گروه‌های اتنیکی ایران. خب اون که پایبندی به اینجور چیزا که جزء دموکراسی هستش، ولی حفظ تمامیت ارضی چرا باید همچین بود؟ یعنی از چیزای قبلی که می اومد باور به تمامیت ارضی، من مازندرانی میگه خب من به حقوق دموکراتی و خودم من حق شهروندی میخوام، بگم اگه حق شهروندی من ندید مثلا حفظ ارزی چی میشه؟ خب چی هم حفظ ارزی هست. اینجا اومد اینجوری شد. بعد ما یکم جلوتر اومدیم در این فراخوان به کلی تمامیت ارزی از شده از تمام فراخوان جاهایی به عنوان ایران واحد و نمیتونه فلان و فلان، یعنی خلاصه یواش یواش داریم عادت میدین ما رو که یاد گهاد ازی بیدم درسی، یعنی و بعد اینجا خب با شروط دیگری اومده که از جمله میگه حفظ تمام درزی رو با حق تعیین سرنوشت چیز میکنه، و یک جایی بسیار جالب میاد میگه که با از دخالت با اعلام که ما با دخالت نیروهای خارجی در امور مربوط به حقوق حق سرنوشت مردم ایران در آلترناتیو سازی توسط اونا مخالفیم. اینجا در حقیقت این میخواد بگه که ما با دخالت یا کمک از کشورهای دیگه برای حق تعیین سرنوشت موافقیم. البته این چیز من متهم نمی کنم، تصور منه. ولی خب اگه بخوان سر مسئله دیگری غیر از این نیروی دیگری بخواد از یک کشور دیگه کمک بگیره، با اون مخالفیم. این تصور منه، من متهم نمی کنم، تصور منه. قطعی نیومده اینجا. من فکر میکنم نگنجاندن باور به تمام درزی در بیانیه خب بذاریم آقای کاوه آهنگری بگین چرا در شورای دموکراسی خواهان این بند اومده بود، چون همین ترکیب احزاب سازمان بود در این فراخوان، یکی دو تا سازمان چپ که به اصطلاح حضور دارن، این تفاوت چی بود؟ اصولا من این سوال اگه بتونین جواب بدین، شورای دموکراسی خواهان قبلش کنگره ملیت‌های ایران، حالا این به اصطلاح فراخوان 10 حزب و سازمان سیاسی، اینا خب در اصل یکیه و یه سری یکی دوتا اینور اونور میشه،
چرا تو شورای دموکراسی خواهان بند تمام ترزی بود و این برای بالاخره برای احزاب سراسری و غیره یه چیز جالبی بود. حالا من نمیگم ضروری و فلان اینا، ولی چرا اینجا برداشته شد؟ ببینید، من اجازه بدین یک سوال بپرسم، خیلی کمک میکنه به حل این قضیه. میخوام بدونم که جناب خورشیدی خونه ملکی از خودشون دارن تو حالا ایران خارج از کشور، یه خونه یا ملکی مال خودشون باشه؟ من یه آپارتمان دارم تو سوئد که بسرا بینیم خریدم. ببینم. بسیار خوب. امیدوارم که حتی آپارتمان رو به حساب ویلا داشته باشیم. شما هیچ موقع نمیایید به عنوان مالک این آپارتمانتون به من تعهد بدین، به من تعهد بدین که از خونتون مراقبت خواهیم کرد. چرا؟ چون شما مالک این ملک هستید. یکی از ایده های بسیار نادرسته مرکزگرایان که شما نیستی، شما میفرمایید که من تمرکزگرا هستم، اینه که فکر میکنن که ما کردها باید بیایم تعهد بدیم به کی؟ به کی؟ ببین خیلی خیلی جالبه این بحث، خیلی خیلی ظریفه این بحث. به کی باید من تعهد بدم که از ایران حفاظت میکنم؟ کی؟ صاحب کی؟ یا مالک کیه؟ معمولاً نه 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 ببینید، معمولاً مستأجر به مالک تعهد خواهد داد که از این خونه، از این ملک مراقبت خواهد کرد. مالک نمیاد به خودش یا به دیگری تعهد بده که از خونه یا ملکش مراقبت خواهد کرد. این یک موضوع. موضوع دوم، وقتی که گروهی در اینجا، اون گروه میتونه به نظر من اقلیت هستن، اون گروه خودشو مالک ایران میدونه، منظورم قطعا شما نیست جناب خورشیدی، بحث من یک بحث تاریخ سیاسی، یک گروه هژمونی خواه سلطه خواه فکر میکنن مالک ایران هستن و همه دیگران باید به این گروه یا برای رضای خاطر این گروه تعهد بدن که ما به تمامیت ارضی ایران معتقدیم. این تعهد رو چرا باید به این افراد باید داد؟ دو، آیا من کرد مالک ایران هستم یا نه؟ صاحب خانه هستم یا نه؟ به کی باید این تعهد رو بدم که از خانم محافظت خواهم کرد، مراقبت خواهم کرد؟ چرا باید این تعهد رو بدم؟ مگه میشه از یک سوئیسی، از یک بلژیکی، از یک سوئدی، از یک آمریکایی تعهد گرفت که تو باید از مملکت حفاظت بکنی؟ مگه همچین چیزی وجود داره؟ مورد دوم، نمونه سوم، کشور ما اومده، ایران اومده، برنامه برای آینده ایران اومده، مطرحه، همه اینا اومده، از عدم دخالت بیگانگان هم اومده، شما باز باور نمی کنید که اینا ایرانی هستن؟ باید بنویسه اون بالا و این نیوکادو لذین، مثل اونایی که تابلو بیزنن تو اون دیوار. این ببینید، اینا حد اول، من خودم اینو به صراحت میگم، نه به هیچ کسی این تعهد رو میدم و نه اجازه به هیچ کسی میدم این تعهد رو از من بگیره. اگر من ایرانی هستم، اگر مالکی که از مالکان ایران هستم، اگر صاحب خانه هستم، من مستأجر نیستم تا به دیگری. شما الان علنا اینو دارید، شما نه، خیلی ها دارن اینو میگن، ولی شما با یک درجه خفیفتر میگن آقا شمایی که، منی که مستأجرم، نباید تعهد بدم به مالک، اونی که مالکه باید تعهد بده به مستأجره، یا حالا به یک کسی دیگه، مستأجرم نباشه. این اصلا مطرح نیست عزیزان من. برنامه سیاسی داریم، برنامه سیاسی ما در قبال ایرانه، برای ایرانه، برای امروز و فردای ایرانه، در مورد ایرانه، در مورد اونجا نوشته کشور ما. دیگه شما چه تعهدی میخوای از من بگیری؟ اصلا ببخشید ها، خیلی خیلی عذر میخوام جناب خورشیدی، من یکم صریحم، در سیاست هم خیلی ضربه خوردم به خاطر همین صراحتم، ولی من کسی رو در این دارای این صلاحیت نمیدونم در ایران که بیاد این تعهد رو از من بگیره. مشکل همینه.
اگه من و شما به این برسیم، من در مورد زبانم همین رو دارم میگم، من اینو این گلایه رو از خیلی از فعالین سیاسی کردم دارم ها، به داخلی و خارج از نشینم میگم، شما نباید این اجازه رو به یه غیر کرد بدین که بیاد برای شما تعیین بکنه که در کردستان میتونید به زبان مادرید آموزش ببینید یا نه. اصلا اون غیر کرد این صلاحیت رو نداره، این شمایی دارای چنان صلاحیتی هستین که میرید مطالعه میکنید برنامه آموزشی سیستم آموزشیتون رو تدوین میکنید تا کجا باید به زبان مادریتون تدریس بکنید تحصیل بکنید، نه یه غیر کرد. الان دقیقا همینه، بنده نه به یه غیر ایرانی این تعهد رو میدم و نه به یک ایرانی این تعهد رو میدم. این تعهدی که شما به این شیوهی که میفرمایید، وگرنه کشور ما، ایران ما، هموطن ما، وطن ما و و و غیره، اینا همش مشخصه. ما در مورد ایران داریم صحبت میکنیم. یک نکته ای رو مطرح فرمودی خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. دموکراسی حفظ تمامیت ارضی چرا باید پایبند به دموکراسی باشه؟ همه ی دغدغه و درد ما اینه. در صورت عدم دموکراسی، نبود دموکراسی، هیچ قانون و هیچ تعهد و هیچ اخلاق و هیچ اصلی معتبر نیست. اونجا خون و خون ریزی و جنگ 72 ملته، هزار تا تعهد این اینجوری یه پسیش نمیارزه. وقتی که قاسملو میاد از دموکراسی میگه، قاسملو میاد از سکولاریزم میگه، قاسملو میاد از دموکراسی برای ایران میگه، ملا حسنی جنگ نقده رو برپا میکنه، تمام این اصول رو غرق خون میکنه. به چه ارزشی داره که من بگم متعهد هستم یا متعهد نیستم وقتی که دموکراسی نیست؟ چه ارزشی داره که بگم من متعهد هستم یا متعهد نیستم وقتی که جنگ 72 ملت هست؟ تمام این حرفای ما برای اینه که جنگ 72 ملت رخ نده در ایران، دیالوگ وجود داشته باشه، همه به یک سری اصول متعهد باشیم، به این اصول محتوایی، به این دموکراسی. اگه این باشه، به نظر من این ضامن تمامیت ارضی ایرانه. در نبود دموکراسی من چه تعهدی به شما بدم؟ خب ببینید، 4 دقیقه دیگه با وقت داریم، چون الان 4 دقیقه دیگه میشه 1 ساعت و 20 دقیقه برنامه. من فهم میکنم که در 2 دقیقه پایانی یه جنبند بکنین و یا موارد مهمی رو که مراد نوشته یادداشت کرده اونها رو بگه. موافق هستین؟ من فقط 2 دقیقه دیگه نه نمیشه سوالی کرد نه جوابی. خب نه، خب حالا ببین چقدر طول میکشه بتونی. نمیدونم شما صحبت پایانی داری، چیزی مونده که بگید؟ نه نه، من هیچی نمیگم، فقط میخوام ببینم چه مواردی مونده. من یه نکته پایانی دارم که خب باشه بعدن اینو بدین. مراد جان بگو مطالبشو بگو. حالا یه خورده بیشتر وقت میدم، بگین. نه مثلا کی میخواد صحبت کنه؟ شما باید صحبت بکنید که ایشون هم بخوان دفاع بکنن یا پاسختونو بدن. صحبت در رابطه با ادامه صحبت ایشونه که من اصلا نگفتم در نبود. ببین مراد، مباحث تو تموم شد؟ تموم میکنم. آها خیلی. دقیقه یک جوری توی صحبت میشه که من میگم در شرایط نبود دموکراسی، مثلا این تمامیت ارضی و بحثایی که فرمودید، ما صحبت بر سر اتحاد یک سری نیروهایی که میخواهند دموکراسی در ایران ایجاد کنند هستش، نه با این رژیم، نه با رژیم گذشته و نه با رژیم‌های قبل. این است. ولی به طور کلی من یک نکته رو منبع به چیز شما خیلی صریح صحبت گفتی، صراحت داری، بسیار عالیه، ولی یه نکته رو میخوام بگم در صراحتهایی که بخواهم ببرید توجه داشته باشید، از جمله در آن صحبتی که در رابطه با رضا پهلوی کردید، اینا گفتای رضا پهلوی نقدش اونجا همین موضوعی که این بار اگر شما مثلا فرض کن با این شروط ما موافقت نکنی که همون عبارت از دموکراسی توافق فدرالیسم بود که در اون موضوع مطرح کرد در اون صحبت یک ساعته، از جمله گفتی این بار خط مقدمات نه جبهه کوهای کردستان که بلکه ما حالا یاد گرفتیم بلکه قلب تهران خواهد بود. ببین عزیز من، این مسئله من فکر نمی کنم هیچ چیز خوبی برای
هموطنان رو کرد ما باشیم. هنوز هیچی نشده. الان هموطن کرد ما که در تهران زندگی میکنه این مشکل براش ایجاد میشه که اون همسایش، یعنی اگه نظر شما نظر کردها باشه که من میدونم نیست، چنین نظری اکثریت مردم کرد نداره. در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی است به این شکل عمل میکنه، وقتی که یه حکومت دموکراسی بخواد بشه شما جبهه مبارزه رو میبری مثلا قلب تهران. این مشکلی که ایجاد میکنه همین الان میتونه متاسفانه باعث سوء زن برای هموطنان کرد ما بشه در تهران، که هر غیر کردی اگر فکر کنه که نظر شما نظر کردا هستش احساس ناامنی بکنه پس از رفتن این رژیم، به هر فرد کردی مشکوک باشه به عنوان یک خطر بالقوه. من خواهش میکنم شما این گفته خودتون رو همین الان اگه موافقی تصحیح بکنید که این حرف شما، یا اینکه بگید اصلا منظورتون چی بود. من در این دو دقیقه این رو از شما خواهش دارم. ببینید جناب خورشیدی، ممنون که مطرح فرمودین. ببینید به هیچ عنوان این برداشت شما کاملا نادرسته. به هیچ عنوان طرف صحبت من در اون صحبت، در صحبت‌های قبل از اون و در صحبت‌های آینده من مردم نیستم. از دید من هیچ اختلاف و هیچ مشکل و هیچ جنگی بین مردم کرد و مردم فارس وجود نداره، بین حتی شیعه و سنی وجود نداره. بحث ما مردم نیست، لطفا دخالتش ندین در این بحث. بحث ما حاکمیته، بحث ما اقلیت سلطه‌گراست، بحث ما تهران به عنوان حاکمیت، نه تهران به عنوان مردم. من چیکار به مردم دارم؟ من بنده به همزیستی مسالمت آمیز تمامی ملت‌های جهان معتقدم. بنده به اون دنبال آزادی هستم برای ایران، دنبال دموکراسی هستم در ایران، دنبال جنگ 72 ملت که نیستم. پس بحث مردم اصلا مطرح نیست. وقتی که از تهران حرف زدم، تهران به عنوان حاکمیت، تهران به عنوان مرکز دستور و فتوا، همون تهرانی که خمینی درش حکم پاکسازی کردستان رو درش صادر کرد. بحث اتفاقا خوبی این حرف اینه که مردم تهران به خودشون بیان. مردم تهران باید بدونن که دستگاه حاکمیتی که در اونجا لونه پرده داره چه دستوری صادر میکنه علیه کردستان. من برای بعد از انقلاب شما کردستان نه بعد از انقلابم عرض میکنم دیگه، بعد از انقلابم عرض میکنم مردم تا تهران، مردم شریف تهران، مردم شریف فارس باید آگاه باشن. حاکمان نشسته و خفته لانه کرده در تهران به عنوان حاکمیت نباید به راحتی بتونن علیه کردستان فتوا صادر بکنن. بحث من تهران به عنوان حاکمیت، تهران به عنوان این دستگاه سلطه است که در اونجا داره احکامو صادر میکنه، نه مردم تهران. من چیکار به مردم تهران دارم؟ بدبخت سبزی فروش بیکار معتاد تنفروش دانشجوی کارگر بقال معلم تهرانی چه گرفتاری؟ اصلا این بدبخت رو باید کمک کرد، بهش احترام قائلم، ولی بحث حاکمیت در تهران نه تهران. این برداشت شما را اصلا قبول نمی کنم. من هیچ مشکلی با مردم تهران ندارم، من هیچ مشکلی با شما ندارم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک فارسی عزیز. ولی فردا در تهران اگر فردا در تهران حکومت برسید، در تهران با شما مبارزه خواهم کرد. خب ندارم کوهای کردستان. خب ببینید الان 1 ساعت و 23 دقیقه از برنامه گذاشت، من فکر کنم طولانی بود. به هر صورت این دومین برنامه در مورد طرح فراخوان هست و من قول میدم برنامه های دیگه‌ای به همین شکل دوبله، یعنی یکی مدافع یکی منتقد در واقع بیارم. فقط اگر نکات کوتاهی باقی مونده میخواین این در اختیار شما هست. 1 دقیقه نفر 1 دقیقه 2 دقیقه میتونین صحبت کنین. دارین صحبت؟ اگر چون طولانی شد من صحبت آره خلاصه کن. آره خلاصه در 1-2 دقیقه. بله من شخصا آدمی هستم که در این 52 سالی که عملا با مسئله سیاست آشنا شدم اینا، همیشه یه برابری کامل بین همه مردم ایران، اون وقت میگیم خلقا و این روز هم به طبعیت اتنیکا و
شهروندهای ایرانی همیشه قائل بودم و هستم و فکر میکنم کردهای ایران، هموطنان کرد ما، هیچ دوستی در منطقه بهتر از بقیه هموطنان ایرانی خودشون بهتر از اون ندارن در مجموع. و سرنوشت ما و آینده ما مطمئنا خیلی شدید به هم گره خورده هستش و من فکر میکنم آینده ما به اونجا خواهد کشید که اگه دموکراسی باشه اینا، ما نه تنها ایران یک پارچه و واحدی داشته باشیم، بلکه حوزه تمدنی نوروز رو در حقیقت به عنوان یک نیرویی که در امر صلح جهانی بتونه کمک بکنه، این رو در حقیقت تقویت میکنیم مطمئنم. و این پتانسیلش هست همین الان. خوشبختانه این حوزه تمدنی با هم جنگی ندارن مردمشون و آینده ما همینجور خواهد. خیلی متشکرم. کاوه جان شما میتونید یکی دو دقیقه اگه صحبت داریم بفرمایید. بله، من هم طبعا یک چشمکی هم بزنم به اون بحث قبلی که فرمودین در رابطه با مرز. بیش از 70 سال پیش دو رهبر فرزانه و اندیشمند و انسانگرا به نام پیشوا و پیشوری تمامی مشکلات مرزی خودشون رو از طریق دیالوگ حل کردن. جناب خورشیدی، جناب توکلی و هموطنان من، سیاست علم دیالوگ و سازشه. اگر ما سیاسی فکر بکنیم، اگر سیاسی باشیم، از طریق دیالوگ با متد و ابزارها و روشهای علمی امروزی و مدرن میتونیم همه گرفتاری هامونو حل بکنیم. و حرف اون دوست کردمون هم کاملا رد میکنم، هیچ مشکل مرزی وجود نداره، همه مرزها مشخص خواهد شد، همچنان که در سوئیس و بلژیک چند میلیتی در یک وجب خاک با این کشور کوچک همه چی مشخص شده با یک تابلو. مهم اینه که آن گونه که ما هستیم همدیگر رو قبول بکنیم، قبول همدیگه، احترام به هویت همدیگه، پروسه دموکراتیزاسیون ایران رو با سرعت بسیار باور نکردنی به جلوتر خواهد برد. هدف من آزادی است. من یکی سیاستمدار صلح هستم، نه فرمانده نظامی. اما اگر روزی لازم باشد هویتم به خطر بیفتد، حتما خواهم جنگی. جنگ من برای صلح هست، برای صلح مبارزه بکنیم. برای رسیدن به صلح اول باید همدیگر رو قبول بکنیم و دیالوگ و گفتگو بسیاری از مشکلات ما رو اگر بخواهیم حل خواهد کرد. ممنون از این وقتی که من دارم. خب تشکر میکنم از هر دو مهمان، آقای کاوه آهنگری و مراد خورشیدی. خسته نباشین، مباحث زیادی بوده و همونجوری که قول دادم برنامه‌های دیگه‌ای خواهم گذاشت. شب و روزتون خوش.